هر هفته فالو میکنیم دست شما درد نکنه و دست یاسر جان عزیز ما درد نکنه که برنامه داره هدایت میکنم ممنونیم ازش خب عزیزان امیدوارم که در هر جای دنیا هستین زندگی به کامتون باشه حقیقتا میخوایم ایرانی سروراز باشه ایران ما سرفراز باشه ایرانی سر بلند باشه به این روزو میبینیم به زودی زود به امید و خداوند بیزار برنامه رو با دعای آغاز بکنیم بیایم در خدمتتون خداوند عزیز شکرگزار و سپاسگزارتم برای این برنامه برای این وقتی که به من دادی قدوس از تو می طلبم ای خداوند برنامه ای من در دستای خودت بگیری به هدایت و هدایت تو ایمایت بکنی ای قدوس قلبا رو آماده بکنی که هرچی از کلام خدا میشنون ای قدوس تو آبیاری بکنی به واقعا قلبا رو خداوند لمس بکنی شکرت میکنم خداوند برای این وقت و میخوام نام تو رو جلال بدم هر چیزی که از زبانم بیرون بیاد نام عزیز قدوس تو رو جلال بده به نام پر جلال عیسی مسیح آمین <applause> ببخشید خب عزیزان میدونیم که همیشه زندگی هر جا هستیم به کامتون باشه آقای رسیموری ایران میگفت که گفتار درمانی تموم شده الان امید درمانی باید به مردم بدیم کدوم <applause> امید امید به چی داشته باشه معلوم نیست امید درمانی وقتی تو کشوری که دلار هر روزه داره میره بالا مصنوعی میاد پایین دوباره میره بالا طلا داره میره بالا اقتصاد داره خراب میشه تمام کارخونه ها دارن بسته میشن شما امید درمانی چی چی رو میگین وقتی مردم به چی امید داشته باشن مثلا به چی به اقتصاد شکوفای شما یا به جات جدید گذاشتین کمپانی های جدید گذاشتین چی گذاشتین شما چی کار انجام دادین در این چهل سال چی کار مثبتی انجام دادی به جز که تمام دنیا رو با تمام ایرانیا دشمن کردین هر جا ایرانی میره وقتی میگه ایرانی هستم یه جور دیگه اون نگاه میکنن <تص> فقط رهبران ایران رهبران جمهوری اسلامی البته رهبران ایران نیست اینان حکومت غاصبگری هستن که اومدن اونجا رو گرفتن به حکومت دینی هستن که واقعا اونجا رو تصرف کردن فعلا ولی رو به همین زودی زود روزی میرسه که خداوند شما رو میندازه من ایمان دارم وقتی دست خدا بیاد با قدرت همین مردم خداوند به قدرت خداوند شما رو میندازن شما هیچ کاری برای مردم دارین انجام نمیدین ولی بیزار ما هر هفته گفتیم یک سرودی برای خداوند میخونیم به این سرودو خدا به من داده به من هر هفته یکی از سرودها خودمو میخونم میگه ای خداوند جانم پدر ای خداوند جانم پدر در تو دارم حیات ای پدر حاکم زندگی من توی حاکم زندگی من توی با تو هستم قوی ای پدر جان من مشتاق دیدار توست گویم در تو دارم حیات ای پدر با روی خود مرا آرام کنی روی تو باشد رهنمایم ای پدر در جهان پر از آشوب زندگی کنم میدانم مسیح با من است ای پدر با حکمت مرا تعلیم دهی با تا شوم شبیه مسیح ای پدر ای خداوند جانم ای خداوند جانم با تو هستم چه خوشحالم با تو هستم چه خوشحالم ای پدر تا که مسی با من است تا که مسی با من است خود را پر از حکمت بینم ای پدر چون تو حاکم زندگی منی شادم با رویت ای پدر جلال با نام خداوند سرودایی که خداوند به من میده منم میان براتون میخونم که شما برکت بگیرین از این سرودا به شما هم بتونین از خداوند برکت سرود گفتن بگیرین که خیلی ها دارن این اتایایی که خداوند میده به همهشون یه عطایایی میده یه نفر عطایای زبان ها رو داره یه نفر عطای تعلیم دادن رو داره یه نفر عطای البته بعضی ها عطای 5 -6 تا با هم میگیرن از یازده عطا 5 -6 تا رو با هم میگیرن خدا رو شکر برای وجود اونا اینجا عزیزان ما همه دارن فعالیت میکنن حقیقتا که کلام خداوند به گوش ایرانیا برسونن به ایرانیا رو واقعا زندگیشون عوض بشه چرا برای اینکه شما وقتی کلام خدا رو میخونین این کلام بی نقصه شما وقتی انجیل عیسی مسیح البته عیسی مسیح انجیل نیاورد که بنویس خودش ولی به شاگرداش هر چیزی گفت بعد از که با آسمان رفت شاگرداش اینا رو نوشتن بعد از 20 سال حالا 10 سال 20 سال سی سال بعدش نوشتن ولی واقعا زندگیاتون رو عوض میکنه وقتی این کتاب میخونین و میبینین که این کتاب فلسفیه کتابیه که حقیقتا کسایی که این همه دکترایی که میخوان مثلا درمان بکنم مردم و همه از این کتاب میگن ولی نام مسیر رو حس میکنن ایسای مسیر رو نمیگن ولی باز خدا رو شکر برای همین دکترها که از این کلام میگن تا مردم رو از دیپرس بیارن بیرون از اون افسردگی بیارن بیرون خدا رو شکر خب خبرها خیلی زیاده تو ایران تازگی ها میسی که دارن یه ذره دلار تزریق میکنن به بازار ایران که بتونن دلارها رو بیارن پایین ولی اینا همه مصنوعیه شما وقتی هیچ چیزی نداشته باشین نه کمپانی داشته باشین که تولیدات جدید بده به شما تولیدات قبلی هم که همه روز به روز دارن بی مصرفتر و آشغالتر میشن مثلا همین ماشینا رو که دارم میدن بیرون همه باور بکنین وقتی تصادفات نشون میده در کوچکترین تصادفات ماشینا میبینید داغون میشن با حلبایی میگم با حلبایی استاندارد ماشینی درست نمیکنن. با این همین حلبایی که مثلا شاید یه ذره کلوفتر از حلبایی از که توی روی ساختمون کار میشه نمیدونم ولی اینا روی استاندارد کار نمیکنن. کنن هیچ چی رو هیچ چی رو روی استاندارد کار نمیکنن. فقط کارشون دزدی هر روز بدوزن از این طرف از اون طرف ببرن به کشورهای دیگر ولی اینا بدونین هر کسی که هر جا رفته ایمان داریم که پولاشون همه رو همرو بر برای ایران اینو ایمان دارم برای اینکه دوز همینجوری نمیتونه بره ولی دولت مردای ایران الان که امید درمانی رو شروع کردن امید میدن به مردم حرف میزنن ولی راکاری وجود نداره فقط حرف هر کدوم میان با حرفایی میزنن برای خودشون که خیلی فکر میکنن حرفهای خیلی خوبی دارن میزنن ولی مردم بیشتر عصبی دارن میشن با خنده های اینا با حرف هایی که اینا دارن میزنن آقا امید درمانی به چی میگن وقتی من توی کشوری هیچ امیدی نداشته باشم یک معسل که از ابتدایی میاد به دانشگاه دانشگاه رو تموم میکنه نه کاری داره امید به چی داشته باشه همه میخوان از ایران فرار بکنن چرا؟ چرا ایران طوری درست کردیم که همه حاضرم فرار بکنم برای کشور دیگه میرن توی آفریقا زندگی میکنن میرن تو جنگلایی که از ایران بیرونه زندگی میکنن مثلا هفته پیش استرالیا کلی از این ایرانی ها رو توی جزیره نمیدونم کدوم جزیره انداخته میسی که مثلا اینا تبیدی همه رو انداختن توی جزیره پنج نفر چهار نفر پنج نفر هموطن ها ما خودکشی کردن چرا باعث اینجوری بشه؟ مگه ایرانیا کمتر از تمام کشورهای دیگر کشوری دارن پر از ثروت پر از گاز طبیعی پر از نفت این همه خداوند به این کشور نعمت داده ولی همه میخوان فرار بکنن از اون کشور برای اینکه حکومت دینی از که هر روز مردم یا زیر ظلم و ستم نگه میداره یا گشنه از تازگی هم دارن حقوقها رو کم میکنن چون پول نداره کفکیر به تای دی خورده چی بده بشه به کی بده بعدا میخوان امید درمانی بکنن امید به چی نمیدونم یک دونه خبرنگار توی یه سروندمند که هم اون موقع با القاعده رفت آمد داشت با خیلی گروه های توریستی رفت آمد داشت اونو بردن تو ترکیه نمیدونم چی مسئله از کجا آم میخوره کشتن تمام دو هفته سه هفته الان همش قاشوکچی و قاشوکچی دارن اونو میگن همین هفته ای پیش یه استاد دانشگاه رو استاد محیط زیست و مسئول محیط زیست و روزنامه نگاره مردرت پیش خونش تیک پاره کردن با چاقو آتیش زدن این هیچ دنیا نمیبینه اصلا یعنی در ایران این همه ظلم میکنن در ترکیه ایرانی ها میمیرن اصلا دنیا اینا رو نمیبینن سیاست شما نگاه بکنین این هم همه سیاست انگلیسه من ایمان دارم که پشت همه این سیاست ها انگلیسه هی میگن قاشقچی بعد ایرانی ها رو میکوشن یک نفر اصلا روزنامه ایران هم نمیشتن تازه اونو مرده رو کشتن چا یه نفر میاد چهار تا حرف درست حسابی میزنه میخواد مثلا این دولت بگه آقا تو از این راه داری میری اشتباه میری این راه رو را برو اون راه رو را برو سری و میگیرن اصلا این مملکت نمیدونم چی شده هرگز یه حرف بزنه میان خیلی قردوری با چاقو میزنن مردم شما باید امروز دست به دست هم بدیم بیرون بیاین تو دهن اینا بزنین نه اصلا دعوا نه نه بزنین درگیر بشین نه میلیونی بیافتیم بیرون اینا برن همین باور بکنین خیلی راحته میدونم میگی اینجا نشستی حرف ولی بری باور بکنین میلیونی بیاین بیرون همه با هم بیاین تو ایران بیرون اینا خودشون وحشت میکنن میرن ویلا باعثی همین آش همین کاسه اینقدر باعثی زج بکشین مردم حالا تحریم دیگه حدودا فکر کنم امروز 25 مه بله در روز دیگه تحریم شروع میشه تحریم دوم ببین چی میشه اینا اون تحریم دوم میخوان یه ذره دلار تزریق بکنن بگن نقه تحریم هیچ تاثیر نداره آقا وقتی تو نفت نفروشی چی نفروشی چجوری تحریم تاثیر نداره که این دلار از کجا میاد یه دلار مختصر دارم میگم بفرستم بیرون بعد اونها از مردمم بیارم بیرون که پول مردم بگیرن به هر حال واقعا شده به قول باید همه هفته که اینو بگم شاعر فومانی میگه سیاست همین واقعا سیاست پدر مادر نداره اصلا نمیدونه واقعا چیه ولی عزیزان که برنامه ما رو میبینین برنامه های دیگر رو میبینین اگه خوشتون میاد واقعا ما رو حقیقتا یه کاری بکنین که این تلویزیون ما روی پای خودش بایسه به ما کمک بکنین تا این موقعی که من هستم لاغل دو نفر زنگ بزنه به این تلویزیون کمک بکنه که ما به کمک های شما احتیاج داریم بیزا شما شریک کلام خداوند باشین که به هموطنان به گوش هموطنان میرسه میرسه حداقل این کار میتونیم بکنین کلام به خداوند به گوش هموطناتون برسه و هموطناتون لاقل بتونن از این زندگی آشفت بازاری که براشون به وجود آوردن نجات پیدا بکنن وقتی شما چجوری نجات پیدا کردین کلام خداوند شنیدین دیدین واقعا این کلام زندگیتون عوض کرده بیاین دست به دست هم بدین بذار این کلام به گوش همه هموطنا برسه هموطنای ما بیزار زندگی هاشون عوض بشه در آرامش خدا زندگی بکنن واقعا تمام مردمی که اینجا هستن دلشون برای ایران میتپه شما نگاه بکنیم فرزندان من که الان اینجا هستن بالاخره فرهنگ اینجا را دارن میگیرن بل... من نمیدونم شاید سالای چند سال دیگه دیگه هیچ کدوم ما فارسی بچه ها صحبت نکنن اگه بچه های ما فارسی صحبت نکنن یعنی این فرهنگ در جایی که کشورهای دیگه از در امریکا و اروپا از بین میره چون جوونی که اینجا بزرگ میشه همش داره انگلیسی با اون فرنگ صحبت میکنه فارسی برایش سخت شده صحبت بکنه میاد تو خونه باش فارسی صحبت میکنی برایش سخته ولی ما باعثی فارسی صحبت بکنیم که بچه های ما این فارسی رو یاد بگیرن اینی الان در استان ها که همه زبان محلی صحبت میکنن الان بچه ها همه فارسی صحبت میکنن اگه فارسی صحبت بکنن دیگه گیلکی کسی صحبت نمیکنه دیگه لورستانی کسی صحبت نمیکنه دیگه آذربایجانی کسی صحبت نمیکنه کسی مشهدی صحبت نمیکنه کرمانی صحبت نمیکنه همه لهجه ها میشه فارسی هیچ دیگه اصلا لذتی نداره شما ببین من لجه گیلانی دارم شاید خیلی خوششون میاد که لجه هر که لجه داشته باشه فارسی صحبت بکنه خوششون میاد من یکی خوشم میاد کسی اسفانی صحبت بکنه با لعجی خوشم میاد فارسی صحبت میکنه با... ولی اسفانی صحبت بکنه خیلی خوشم میاد ترک مشهدی هر چی باشه این گویش ها هستن که آدم خوشش میاد تر تمام ایران دارن صحبت میکنن اگه قرار همه با فارسی صحبت میکنیم همینجا همین جا توی امریکا تو تگزاس بری انگلیسیشون یه جور دیگه صحبت میکنن بالاتر بری یه جور دیگه صحبت میکنن لحجه دیگه دارن این لحجه ها زیباست که بایسی بمونه ما حالا اینجا بچه های ما هم دیگه فارسی اگه صحبت نمیکنیم از فارسی هم زده میشن میخوام برن دکتر مرد ده انگلیسی صحبت میکنه میگه ایرانی هستی میگه آره ولی فارسی بلند نیست یعنی همینجوری داره زبان فارسی از بین داره میده در کشورهای دیگر البته در ایران که فارسی صحبت میکنن. ولی در کشورهای خب این بچه که اینجا بزرگ شدن همه کاری شدن اگه فارسی رو بلند نباشن که نمیتونن برگردن ایران خدمت بکنن که بچه ای من اگه فارسی بلند نباشه انگلیسی فقط صحبت بکنه که نمیتونه بیاد تو ایران به مردم خدمت بکنه که بس بیاین پدر مادرها توی خونه با بچه هاتون فارسی صحبت بکنیم بیزنیم فارسی یادشون نره برال ما امید ما اینه که روز به روز ایران ما عوض بشه حکومت های ایران که اینقدر ظلم دارن میکنن برداشته شن مردم یک نفسی بکشن حقیقتا تمام امید ایرانی ها اینه که اینا برن ولی اینا فکر میکنن میگن ما هستیم شما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم ولی این ایمان داریم به مردم دلتون قوی باشه که این رژیم رفتنیه تحریم دوم بیاد اقتصادش اینقدر داغونه رفتنیه اگه به ملت کم فشار میاد اشکال نداره یه ذره فشار میاد ولی عوضش عین درد زایمانه میمونه وقتی بچه میخواد بیاره درد زایمان خانوما میدونن چقدر بده ولی بعد از که بچه دنیا بیاد همه خندانن خوشحالن زندگی تازه آغاز میشه این الان حکومت ایران هم همینه درد زایمانه یه ذره سختی داره درد میکشین ولی بعد از اینا رفتن شما احساس شادی آزادی اون کشوری که حقتونه اون چیزی که واقعا شما میخواین مثل کشورهای دیگر مثل کشورهای اروپا آمریکا یه کشوری آزاد زندگی بکنین Ya sercim, benim surudi di kuş benim. merci. که تا حال با ما باشین و ما رو واقعا دنبال بکنین اون شماره تلفن پایینم که میذارن لطفا زنگ بزنین هم نظراتتون شما رو بگیم بشنویم ما هم بدونیم که واقعا برنامه ما داره خوب پیش میره یا نه شما دوست دارین یا نه به دوست داریم به ما کمک هم مالی هم بدیم وقتی الان این صورت داشت میشنیدم میگفت که واقعا هم همینه پادشاه های دنیا حاکمین دنیا همه رو میکشن تا واقعا حاکم بشن پادشاه بشن ولی عیسی مسیح اومد خودشو جان خودشو گذاشت روی صلیب رفت که من و تو تا پادشاه قلب ما بشه رهبر یعنی این خداوند یعنی این منجی یعنی این حرف نزد معجزه کرد تا تونست معجزه کرد این همه معجزه انجام داد باز این خاخام های یهودی می اومدن می گفتن اگه تو مسیح هستی برای به با ما به معجزه نشون بدی این هر روز داشت معجزه براشون میکرد کور شفا میداد مرده رو زنده میکرد جزامی رو درست میکرد فلج و پاش درست میشد را میرفت این همه میدیدن باز میگفتن که به ما معجزه نشون بده ما امروز همیشه هستیم میگیم که معجزه نشون بده خداوند امروز هم معجزه نشون میده شما رو بدین به عیسی مسیح معجزه رو در زندگیتون میبینید معجزه این نیست که یه به عیسی مسیح ایمان آوردین از آسمان یک کامیون پول یک کیسه پول براش با بریزه تو خونتون این معجزه نیست معجزه اونه که آرامش داشته باشین در زندگی همین زندگیی که داریم با آرامش بریم با سلامتی با آرامش بدون گرفتاری برین به پیش برین اگر هم یه چیزی پیش میاد چون به خداوند عیسی مسیح ایمان دارین میدونین که خدا به راحتی اینو براتون میگذرونه ما برنامه که آغاز میکنیم از اول یه مقدار ده دقیقه دقیقه تا بیس دقیقه راجع به ایران و این بار صحبت میکنیم ولی از بیست دقیقه بعد از کلام خدا صحبت میکنیم که کلام خدا رو اونایی که مسیحی میشن اونایی که میخوام بشن بفهمن که کلام خدا رو باعثی چجوری استفاده بکنن حداقل ما در تمام کلیسه ها که وقتی میریم وقتی ما میگیم ما امروز میخوام از اول قرنتیان باب سه از آیه 16 تا آخر براتون تا 23 براتون بخونم کی میگه شما خانه خدا هستین اونایی که به عیسی مسیح ایمان میارن میگه شما خانه خدا هستید ما همه ایمانداران این خانه رو تشکیل میدیم ولی مثلا شما فکر میکنین که یه دانشگاهی رفتین یا یه دونه مدرسه وقتی میرین کلاس به کلاس مرتب میریم بالا از ابتدایی میریم به اون موقع ما میگفتن که مثلا ابمالما ما ابتدایی داشت بعد دیگه 6 سال بعدش داره. ولی الان میست که ابتدایی رهنمایی بعد میرن توی های سکول که میشه همین چهار سال بعدیش بالاخره سلسله مراتب داره این میری بالا بعد از اون وقتی تموم بکنی دیپلم میگیری میری دانشگاه دانشگاه چهار سال اگه میخوای بخونی یک لیسانس میگیری میای بیرون اگه بیشتر میخوای بخونی فوق لیسانس میگیری اگر بعد از اون میخوای بیشتر بخونی دکترا میگیری همینجوری سلسله مراتب میری بالاتر مام در کلیساهایی که وقتی کلیساها شروع میشه وقتی شما میایین از کلام خداوند ایمان میارین شما هم در کلام خداوند رشد میکنین به خاطری میگه که خانه خداوند هستیم همه ما وقتی خانه خداوند هستیم باید رشد روحانی بکنیم در این خانه نه اینکه من برم در یک کلیسایی میخوام رشد بکنم یا به طریقی نمیذارن رشد بکنم یا اینکه در کلیسا فقط برم بشینم همینجوری اگه نشسته همینجوری باشه هیچ فایده ای نداره فقط کلام و گوش دادن هیچ فایده ای نداره بایزی در روانیت هم بری بالا بفهمی مفهوم کلام بفهمی وقتی نمیفهم آدم خب زده میشه از کلیسا میره بیرون میگه آیا هنوز پی نبرده اید که همه شما با هم خانه خدا هستید وقتی به ایسای مسیح ما میاریم باعثی این برای ما آشکار بشه که ما همگی یک بدنیم در بدن ایسای مسیح به جزو خانه خدا هستیم یعنی کلیسا و روی خدا در میان شما یعنی در این خانه ساکن است روی ایسای مسیح در این خونا خانه ساکن است خداوند سر این کلیساست ما هاشیم باعثی ما از سر مغز که دستور میده همه چی رو دیگه دستوراتی که خداوند میده ما طوری عمل بکنیم که بتونیم حقیقتا این خانه رو به پیش ببریم یا بتونیم در این خانه رشد بکنیم اگر کسی خانه خدا را آلوده و خراب کند خدا او را از بین خواهد برد چجوری آلوده میشه یک آدمی میاد مثلا اونجا در این خانه مقدس میاد در این کلیسای مقدس میاد ولی حرکات و رفتار و کردارش اصلا نمیخوره به این که از روی خدا پره حرکات های عوضی میکنه یا مثلا مثلا میگم در ای بیرون زناکاری میکنه میاد اونجا بعدا شام خداوندم میگیره از اون شراب و نانم میخوره کسی که شراب و نان میخوره بایستی به خون سای مسیح احترام بذاره ولی ضربش به خود خودش میخوره زیرا خانه خدا مقدس و پاک است اونجا خانه خداست شما یک لحظه فکر بکنین که خدا مقدس خدا نمیخواد چیز ناپاک وارد بشه شما با ناپاکی نمیتونین به حضور خدا بیاین چرا میگه که خداوند وقتی آخر میشه شما باید از آتش روح القدس عبور کنین از آتش بگذارین تا تمام خالصی شما معلوم بشه که شما طلای خالصین یا نیستی اونجا معلوم میشه وقتی از آتش میگذرین تمام اون زایاد همه میسوزه میفهمین که من شاپور مثلا پنجاه کیلو هم میمونم پنج کیلو چه پنج کیلو زایات دارم اینجا معلوم میشه در آتش یه نفر میدی پنجاه کیلو میره 45 پنج کیلوش خالص شده یعنی این با خداوند را رفته و آن خانه شما هستید دیگر خود را میگه فریب ندهید اگر طبق میارای این جان خود را صاحب و هوش و خرد فوقلاده میدانید بهتر است آن را کاملا کنار بگذارید و یک نادام باشید که مبادا با غرور بیجا شما را از حکمت واقعی خدا معروم کند چرا اینی میگه خداوند برای اینکه ما در کلیسا معلمین هستن شماسان هستن خب وقتی در یک کلیسا عضوایی که نشستن اگر مثلا من کشیش بیام اونجا فقط, فقط من بخوام صحبت بکنم فقط من بخوام تعلیم بدم کسی اونجا حق صحبت کردن نداشته باشه یا حق ازار نظر نداشته باشه فایده ای نداره که میشه اینی که یه جای مثلا زندان اومدی هرچی اون زندانبان گفت شما باعث بگی اوکی وقتی شما تعلیم میدین کلامو باید نظرات اونام متوجه بشین که نظرات اون شاگردا چیه مگه در یک, در یک دانشگاه استاد وقتی درس میده نمیپرسه از تمام دانشجو آقا تو چی فکر میکنی تو چی فکر میکنی در این آیه در این خطی که خوندیم در این کاری که کردیم تو چی فکر میکنی همه بالاخره یه نظری میدن شما روی نظرات اونا شما چون استاد هستین میتونین نظرهای اونا رو چی بکنین؟ نظرهای اونا رو سعیتر بکنین بهتر بکنین درسترش کنین اگه غلطی داره اون بیشتر یاد بگیره و بعد بایستی این مشارکت در کلیسا باشه مشارکت این نیست که من فقط در حرف وظیفه خودم بیام در کلیسا فقط مثلا روزای یه بیام مایزه اونجا بشینم گوش بدم در یک منم بدم مثلا برم یا خیلی هم در یک نمیدن یا نمیدونم بیام تو کلاس های دعا ها بشینم دعا فقط همینجوری بشینم چهار نفر چه دو... درس بدن حرف بزن دو. دعا. یعنی چی؟ وقتی در یک جایی میای که برای دعا باشه اون روز روز دعاست یعنی از همه شون بخوای دعا بکنن شما برای همه دعا بکنی اون برای یکی دعا بکنی یکی برای اون دعا بکنه مگه این نیست خانه های دعایی که میذاریم با هم یک روزای مخصوصی مگه این نیست که همه باید دعا بکنن قرار نیست من فقط اونجا دعا بکنم همه بشنبن همه باید دعا بکنن رشد روحانی چیه؟ این چی استدلاعی است که یه نفر بگی که فقط من باید حرف بزنم هر چی من میگم درسته اینجا خدا بین این چی میگه؟ میگه که دیگر خود را فریب ندهید اگر طبق میارای این جهان خود را صاحب و هوش و خرد و فوقلاده میدانید بهتر از آن را کاملا کنار بگذارید و یک نادام باشید که مبادا غرور بیجا شما را از حکمت واقعی خدا معروم کند وقتی من بگم همه چی رو بلدم غرور بیجا وقتی بگم من 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 یا شاگرد اظهار نظر نداشته باشید میگه با اینجا میسی از زندان از زندانم هم بتره در خدا شما را آزاد خدا وقتی میگه میایم با من عهد میبندی در من آزادی فرزند شما بعضی موقع از خدا شکایت میکنین از خدا سوال داری میکنی خدای به عظمت داری سوال باید ب من یک انسان نمیتونم سوال بکنم که آقا یک انسانی تو هر چی هم خرد داشته باشی شاید جایی اشتباه بکنی همینجا که خدا داره میگه مغرور جاز شده باشی یه جا زیان منم منم میگی ولی این کلام به هیچ وجه در خودش هیچ انعرافی نداره کلام مقدس خداوند مونتا ما انسان ها هستیم که منم منم میکنیم چهار تا کتاب بیشتر میخونیم میگیم فقط ما میدونیم و هیچ کس دیگه نمیدونه برادر من خواهر من فردا وقتی اینجوری میشه اون کسی که ایمان میاره ما الان خیلی کلیسا ها رو میبینیم که مردم نمیرن کلیسا میگیم چرا نمیریم میگه اون کلیسا نمیدونم این اعضاش اینجوری میگه کشیش اونجوری میگه شماسش اینجوری میگه خب چرا اینقدر زدگی داره که جدا جدا میشیم ما که در یک بدنیم ما که با یک روح تماس داریم ما که با یک استاد یک خداوند هستیم چرا اینقدر جدا جدا میشیم این که تعلیم دینی که نیست که کتاب مقدس کتاب زندگیه تعلیم دین به نمیده به شریعت دوباره نمیده که بگو چیکار بگون تو سرت بزن مثل ایرانی ها الان این شریعت دارن یک میلیون آدم پیاده این هم هم خرج کردن رفتن کربلا برای یک مرده گریه بکنن ببین ما ملت ببین, ما، ببین, چجوری مغز ما رو میخورن ببین چجوری تعلیم میدن به ما این تعلیم های این که ما به اینجا میرسیم که پیاده از اینجا میریم یک مرده رو پرستش بکنیم از اینجا پیاده میریم تا کربلا خرج هم میکنیم دلار هم خرج میکنیم که بزنیم تو سر ما برادر خواهر من چهل ساله که دایش در کشور ایران هست داره گریه میکنی داره تو سرت میزنه که تو دیگه چرا خاک با سرت میکنی چرا دیگه خاک میریزی با سر خودت حالا من عرفان به اون طرف نیست فعلا من عرفان به همین مسیحیانی هست که خیلی مسیحان من میبینم روی درد دلشون میشینم میبینم من امروز به خاطر این اومدم اینو دارم میگم من هیچ کس دارم محکوم نمی کنم به هیچ وجه همه کشیشان همه تعلیم اونایی که معلم کتاب مقدسن حقیقتا دارن زحمت میکشن به برای خداوند و میخوان مردم به سوی خدا بیارن ولی بعضی موقع بعضی ها هستن که حرکات انجام میدن که مردم از کلیسا زده میشن میرن نه در کلیسا میتونن اظهار نظر بکنن نه یه چیزی یک بار مگه مثلا مگه من دوست دارم این سرودو بیزاری بر برای من گوش نمیدن یا میگن آقا مثلا تو این نظر میدی خوب نیست اصلا حرف نزن یا دعا که میشه نمیگن که آقا همه دعا بکنین من یه خانه مسئول یه خانه هستم میخوام گه همش خودم نشون بدم فقط خب اون چهار نفر دیگه بالاخره نه میاد دعا میکنه نه پیشرفتی میکنه در کلیسا خب اون میگه من بیاره چی بیام کلیسا من خود تو خونی میشنم کتاب من میخونم با خدا راز نیاز میکنم ولی ما احتیاج داریم که به هم در گروهی بایستیم کتاب بخونیم دعا بکنیم این امروز درد کلیسا هاست هیچ درگیری ندارند کلیسا ولی این دردیه که بعضی کشیشان نه اینکه خواستشون این باشه که اعضاشون بره نه ولی رو اشتباه بعضی موقع روی من نمیدونم این کلام خداوند میگه روی نادانی شاد من یک آدمی که یه ذره میگم میفهمم همه چی میگم من میفهمم بقیه اون که الان تازه اومده علی ولش کن بابا اونم تازه اومده اون بایسی از یک کلیسا باعثی کشیش بیاد بیرون باعثی نمیدونم که معلم کتاب بیاد بیرون معلم پرستش بیاد بیرون رشد بکنن همشون همشون رشد بکنن قرار نیست که هر کی از این کلیسا اگه کشیش شد بره نمیدونم یک کلیسا برای خودش باز بکنه که نه در یک های ما میبینیم مثلا ده تا کشیشه خب این ها از همون کلیسا درس خوندن اومدن کشیش شدن یعنی اون کشیشی که اونجا سرپرستی میکرد پروبال داد به اون شاگردا که بیام بالا خب من الان اومدم اینجا دارم صحبت میکنم بالاخره یک کشیشی واقعا منو آورد دیگه گفت که آقا تو میتونی صحبه بکنی بیا تو در خداوند دعا بکن بیا سه کشیش رسول منو پوش کرد منو هول داد به طرف جلو اگه قرار من ترین این کلیسا همیشه اونجوری باشم خب به نمیخوره که من که رشد روحانی نمیکنم بایستی رشد روحانی بکنم هر آدمی که میاد تو کلیسا عین مدرسه و دانشگاه میمونه که باید در کلام خداوند رشد بکنه بیاد بالا سرسر مراتب بیاد بالا اینجوری میشه که بعضی ها زده میشن از کلیسا میرن میگن نه من نمیرم نمیرم این کلیسا میگم بابا تو به با خاطر کیشیش میگه نه نمیرم مثلا خوشم نمیاد میری اونجا یه جور دیگه است میگه تو مثلا رفتی تو منطقه نظامی یا رفتی و با... نکنیم اینجوری ضربه نزنیم به هم دیگر خدایش این کلام کلام خداونده همه شما هم در این زحمت میکشیم خدا به شما همه شما برکت به دقیقتا خداوند روش واقعا بر شما بریزه برای کشیش تمام کشیشان امروز دعا میکنم خداوند دستش از اهلا روی سرشون باشه به فیض خداوند هر روز برن بالا چون واقعا دارن زحمت میکشن به یک کشیش حقیقتا این دردی که داره از همه جا گرفتاری ها مالهونه تلفون ها هم مالهونه هر کی اعتراض داره مال کشیشه درک میکنم کشیش ها رو برای اینکه واقعا مسئولیتشون زیاده زندگی دیگه برای خودشون نیست اصلا برای خانواده‌شون زندگی نیست همین کشیش رسول دیدی اینجا کل اینجا مسئولیت داره وقت نمیکنه برای خانوادهش اصلا یا رو تلفن یا رو داره دعا, دعا می‌کنه یا برای یه نفر داره صحبت میکنه که اون از گرفتاری بیاره بیرون یا داره تعلیم میده بایستی کشیش هم اینجوری باشه اگه برای خدا داره زندگی می‌کنه و ما باعثی اون کلیسا رو تقویت بکنیم یا اگه نمیتونیم از نظر مادی اونجا رو تقویت بکنیم حداقل اون کلیسا رشد بکنه بالاخره یک کشیش کلیسا وقتی داره یک جار معلم اونجاست تمام وقتش رو گذاشت روی کلام خدا و اون کلیسا و برای اعضای اون کلیسا به هر حال اونم زندگی داره من صحبتم با بعضی از کشیش ها هستن که یه کارهایی میکنن باور بکن که من این صحبت های ها مردم از این منوار میشنوم نمیرن کلیسا به خاطر همین چیزا میگی زیرا حکمت این دنیا در نظر خدا حماقت مز است ما چه حکمتی داریم در, در نظر خداوند ما چی چی باعث خودمون رو ثابت بکنیم با خداوند هیچی هر قدرتی داریم هر تحصیلات داریم هر چیزی داریم از خدا داریم مگه هر روز صبح شما صبحگاهان نداریم دعا میکنین خدای از روحت منو پر کن از آرامشت منو پر کن خداوندا فیض تو بریز روی زندگیم که من بتونم با فیض تو برم جلو با حکمت تو برم جلو مگه اینه نمیگیم هر روز پس در اعمال و رفتار ما همیشه بایسی تجدید نظر بکنیم کاری نکنیم که اعضای کلیسا فرار بکنن بلکه اعضای کلیسا بیان زحمت داریم میگیجین شما این همه همونطور که در کتاب آسمانی آمده است خدا اجازه میداد که زیرکی انسان برای خودش دامی شود و حکمت او باعث لغزش و سقوط خودش کرده دیگه از این بازیتر خدا میگه که نمیگه منم دیگه اینو نمیشکافم الله بیشتر بگم بیشتر عاشق کار میشه همه چیزی که از قبل گفتم به این آیه میاد حکمت اون باعث لغزش و سقوط خودش میشه کلیسا روز به روز اعضاش کمتر میشه نمیدونم بعد کشیش اون کلیسا خوزش میکشه وقتی میبینه این همه زحمت داره میکشه اعضاش داره میره ما باید هر روز تجدید نظر بکنیم در رفتار کردار ما در کلیسا همچنین در کتاب آسمانی آمده است که خداوند به خوبی آگاه است که هوش و حکمت انسان چقدر اعمقانه و باطل میباشد. خیلی الان توی این امریکایی ها نگاه بکنین از هوش و سواد خودشون بعضی خیلی, بعض خیلی صحبت خیلی سواد میکنن مثلا اومدن توی کلیسا یک کشش خیلی خوبی هم هستن ولی مثلا میبینی بلند پروازی های اونا باعث میشه که در دید مردم بعض موقع بیافتن صحبت هاشون خوبه بس امروز بیایم اعضای ما رو کلیسا رو یه کاری بکنیم که روز دعا همه دعا باشه درسته یک از کلیسایی که سن نفرن همه نمیتونن دعا بکنن نخه پایین نفر میتونن دعا بکنن پایین نفر بعدا دعا میکنن هفته دیگه دعا میکنن نظراتشون رو بخوایم ببنیم بالا اینا رو رشد روانی بدیم به ایشون من منظورم اینه که همه رشد بکنن همه رشد روانی بکنن درسته بعضی اینقدر زحمت میکشن می بینن که اون طرف نمیتونه بره بالا خب تو یک کلاس درس هم, هم اینجوریه از صد نفر همه که نمیرن بالا که ده نفر تنبل کلاس نمیخوان برن بالا ولی نفر نفرشون میخوان برن بالا نمیخوان در جا بزنن حال صحبت ها زیاده نمیخوام من هیچ چی رو کوچیکم نمی کنم چون کلیسی ها واقعا می دونم که کشیشان زحمت می معلم کتاب مقدس زحمت بسیار می و این کتاب کتاب مقدس این کتاب کتابیه که توش وقتی می خونی زندگی تو عوض می کتاب دینی نیست کتاب شریعت نیست که بهت بگی این کار بکن اون کار بکن از اینجا برو تا نمیدونم کربلا گریه بکن تو سرت بزن پولم خرج بکن برای یه مرده نه اینجوری نمیگه خداوند راه و روش زندگی خوب به نشون میده که بتونی زندگی داشته باشی بتونی زن... واقعا زندگی بکنی شما رو به دستای خدا میسپرم و بازم از همه معلمین کتاب مقدس به کشیشان حقیقتا تشکر میکنم واقعا ممنونشونم که کتاب خدا رو دارم به گوش مردم میرسونن من این صحبت ها هم کردم صحبت درد دل بعضی ها بود که من میخواستم اینجا بگم که ما به خودمون بیایم بعضی موقع به خودمون بیایم بد نیست بعضی موقع خودمون نگاه بکنیم یه مروری بکنیم برای کردار رفتار ما بد نیست ما میخوایم اعضای ما بیشتر بشن همه رشد روانی بکنن نه بیان کمتر بشن یا زده بشن از کلیسا الان که در این زحمت میکشین حقیقتا لاقل یه کاری بکنیم که بچه ها برن بالا ایرانی های عزیز شما رو به دست خدا میسپرم عزیزان ایمانداران عزیزم شما رو به دست های پرفیز خدا میسپرم و برای ایران من آرزوی سرفرازی می کنم و برای ایرانی من آرزوی سربلندی به افتخار بکنم به ایران و ایرانی بودن و خودشون نگن که ما ایرانی نیستیم چون این رژیم است فردار خداوند این رژیم رو میندازه به شما سربلندین شما رو به دستهای خدا سپردم تا درودی دیگر بدرود. مرسی